أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم إني أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، حتى تكون اعمالي واورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدا، امام الشهدا، ذوی حقوق، پدر و مادران صلوات بلندی ختم. انسان دارای یک حیات خاصی است در مقابل سایر موجودات که خدای متعال به انسان یک حیات ویژه‌ای رو عنایت فرموده است. علاوه بر مشترکاتی که حیات انسانی با سایر موجودات دارد و خواصی که بر این حیات مشترک مترتب می شود، حیات ویژه‌ای خدای متعال به انسان مرحمت فرموده، لکن به جهت این حیات ویژه خدای متعال در اختیار انسان قرار داده است که می تواند به حیاتهای دیگری نائل بشود که این حیاتها در طول حیات انسانی است که هر کدام یک خواصی دارد و خدای متعال این خواص رو با انتخاب انسان در جهت رسیدن به این حیاتها مترتب می فرماید. اون حیات ویژه در پرتو التزام به آن حقیقتی است که از ناحیه خدای متعال به طور خاص برای انسان مهیا شده و خدا در اختیار انسان قرار داده است و آن حیات دینی است، حیات ایمانی است. لذا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین، شما که با ایمانتون به یک حیات خاصی رسیده اید، آن حیات ایمانی است، این حیات ایمانی خودتون رو با استجابت از رسول و دعوت خدای متعال همراه کنید و این حیات رو در زندگی
محققش بکنید، چون دعوت الهی برای حیات بخشی انسان است. در آیه دیگر از این حیات به حیات طیبه تعبیر می کند، حیات پاکیزه، به مناسبت اون عنوانی که در این مباحث شبها بناس مطرح بشه و عزیزان مطرح کرده اند و فیض داده اند، ما هم گوشه ای از سبک زندگی ایمانی خود را که قرآن کریم برای ما این سبک را معرفی میکنه، گوشه ایش رو عرض خواهیم کرد. زندگی باید اساساً معرفی بشه، تبیین بشه به چه معناست، تا سبک این زندگی برای ما به طور دقیق روشن بشه، تا ما فعالیت‌های فکری و عملی و اخلاقی در شؤون گوناگون زندگیمون رو بر اون اساس ترسیم بکنیم. حیات همونطور که به طور اجمال عرض کردیم، زندگی برای انسان از دیدگاه قرآن و سنت درک ارتباط وجودی با مبدأ لایزال هستی است، درک این حقیقت است که ما در تمامی شؤون وابسته به آن حی قیوم هستیم و قیام وجودی ما و شؤون وجودی ما به حقیقتی است که زوال در او راه نداره، به حقیقتی است که ثابت مطلق است، که همه موجوداتی که تحقق دارند و در نظام هستی می آیند یا هستند یا می روند، همه اونها در هر شکلی که تحقق پیدا می کنند به آن حق، به آن حی مطلق قیام دارند. همونطور که در آیت الکرسی اولش می خوانیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، حیات واقعی، زندگی واقعی برای انسان در پرتو ارتباط قلبی و روحی و عملی با چنین حقیقتی است. یکی از راه‌های مهم این ارتباط و اساسی ترین راه ذکر الهی است، یاد پروردگار متعال است. بعد از اینکه انسان در وادی ایمان قرار گرفت و اعتقاد به ارتباط وجودی و شؤون وجودی با چنین حقیقتی پیدا کرد، برای اینکه این حیات اولیه شکل بگیره، دوام پیدا بکنه و قوی بشه، باید ما این حیات رو با ذکر الهی همراهش بکنیم. ذکر الهی در واقع موجب تثبیت
اون حیات اولیه انسان است که پس از حیات مشترک با همه انسانها انسان پیدا میکنه. از این جهت در دعای شریف کمیل امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از سوگندهای بسیار بلندی از خدای متعال این حقیقت رو طلب میکنه. انسان به حقیقتی سوگند میکنه میخورد که اون حقیقت دارای کمالات بی‌نهایت و کمالات بی‌نهایت رو ظهور میدهد. اللهم انی اسألک به حقک و قدسک، من از تو میخواهم به حقت، اون حقی که بر من داری، که اینها البته نیاز به توضیح زیاد داره، برای اینکه ما اون بحث رو بهش بعد از بحث حیات حقیقی بهش بپردازیم که بحث ذکر الهی است، از توضیح این فرازها چشم‌پوشی میکنیم. اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، من از تو میخوام به اعظم صفات و اسمائت، که اجمالاً اعظم اسماء و صفات اون کمالات بی‌نهایتی است که از ذات اقدس الهی که حقیقت مطلق است، که فقط ما به او اشاره میکنیم در سور قرآنی، مخصوصا سوره توحید که میگیم قل هو الله احد، ما بعد از این سوگندها یک مسئله بسیار مهمی را طلب میکنیم. اون مسئله باید بسیار مهم باشه تا اینکه حق این سوگند ادا بشه. اون چیه؟ ان تجعل اوقاتی به ذکرک معموره، خدایا تو کاری بکن که من اوقات عمرم به یاد تو عمران بشود. خب از اینجا نتیجه میگیریم انسان در این عالم همانطور که به صورت طبیعی حرکت میکنه برای عمران زندگانی دنیاییش با فعالیت‌های گوناگون، برای زندگی حقیقیش هم یک مایه عمران و آبادانی هست و آن یاد خدای متعال است. خب معنای یاد خدای متعال حقیقتا اینه که ما در شؤون گوناگون زندگی که روابط مختلف داریم، جایی برای خدا باز کنیم، خدا را در زندگیمون دارای اثر و دخالت بدانیم و به این معنا توجه داشته باشیم. در تمامی حرکات و سکناتمون این حقیقت رو یادآور بشویم که ما حقیقتی هستیم فقیر، حقیقتی هستیم که همواره از جانب ذات اقدس او فیض هستی و کمالات هستی میگیریم. پس باید در برابر این حقیقت، برای چنین حقیقتی یک جایگاهی قائل بشی و اون جایگاه این است که اول سعی کنیم اون چرا که او فرموده آن را پیاده بکنیم. از اینجا ما استفاده میکنیم
که برای یاد خدای متعال به حسب درجات و مراتب وجودی انسان مراتبی است. انسان در سه ساحت کلی تقسیم میشه: یک ساحت اعتقادی و فکری، دوم ساحت اخلاقی و صفات نفسانی، سوم ساحت اعمال و رفتار. یاد خدای متعال در هر سه ساحت برای ما موجب حیات ما میشه. اگر انسان فقط اون اعتقاد صحیحش رو داشته باشه، اون اعتقاداتی که قرآن و سنت اونها رو امضا میکنند، که با این اعتقادات انسان در وادی ایمان آمده است و آثار ایمان خدای متعال بر او مترتب میکنه، خب در همین ساحت حیات فکری و اعتقادی پیدا کرده. اگر این ساحت قوی بشه به گونه ای که انسان باورش بیاد که باید اون اعتقاد به خدای متعال رو در صحنه عمل هم پیاده بکنه، محققش بکنه، اینجا این ساحت وجودی انسان در ارتباط با خدای متعال گسترش پیدا کرده، اعمال انسان رو هم شامل میشه. لذا آیه ای که عرض کردم این معنا رو به ما امر میکنه: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را یاد بسیار بکنید. چون همان گونه که انسان دارای این ساحت‌های خوب هست، در برابر این ساحت‌ها هم به هر حال یک مخالفت‌هایی ممکن است برای انسان ظهور پیدا بکنه، که اون خاصیت ایمان را یا خدای نکرده به طور کلی بگیره، یا اگر نتوانست به طور کلی بگیره، از جهت عمل کرد اون ایمان خاصیت نداشته باشه. خب یاد خدا در زندگانی عملی چند مرحله داره؟ همونطور که عرض کردیم، یاد دارای مراتبی است. مرتبه اولش یاد عملی است که ما وقتی به زندگانی شروع میکنیم متوجه بشیم که چه وظایفی را خدای متعال به ما داده است، ما موظف به اون وظایف هست. در همه شؤون، وظایف عبادی، وظایف خانوادگی، وظایف اقتصادی، وظایف سیاسی، وظایف اجتماعی، اول توجه به وظیفه داشته باشیم، سپس توجه به کار. خیلی مهمه. لذا فرمودند ذکر الهی تنها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نیست، اگرچه این ذکر لفظیه، ذکر لفظی خوبه، آثاری داره، اما ذکر واقعی این است که انسان مواظب باشه، متوجه باشه، نزد هر عملی که میخواد انجام بده ببینه که چه وظیفه‌ای از وظایف الهی برای او هست، چه چیزهایی رو باید ترک بکنه. این رو ما در زندگانیمون محک بزنیم، محک این معنا که آیا ما در زندگانی در این حد
ذاکر خدا بودیم، فرمودن محاسبه اعمال روزمونه. اگر ما واقعا محاسبه کردیم و نفس خودمون رو قاضی نسبت به خودمون کردیم، اینجاست که رابطمون رو با ولی الله برقرار کردیم. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. از ما نیست، یعنی رابطه ولایی رو با ما برقرار نکرده، اگرچه به حسب ظاهر اعتقاد به ولایت داره، اگرچه به حسب ظاهر عشق می‌ورزد، اگرچه ابراز زبانی می‌کنیم که همه اینها خوبه، اما واقعیتش برقرار کردن این رابطه عملیه، که این رابطه عملی رابطه قلبی رو هم حفظ می‌کنه. صفوان جمال است میاد نزد علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید که به امر موسی بن جعفر علیه السلام بر سر کار، برای اینکه بتواند دستگیری بکنه از شیعیان اون حضرت. وقتی که میاد به دیدنش نمیپذیره. علی ابن یقطین میره مکه برای اینکه مکه بر حال حج تمام بشود، لقاء الامام تمام الحج، زیارت امام تمام حج، میاد به دیدن موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت راش نمیده. کسی است که موسی بن جعفر علیه السلام به طور خاص او رو بر این کار گمارده و فرموده تو به فکر شیعیان و محبین ما باش، من تضمین میکنم که زیر سقف زندان و شکنجه نری. و هواشو داشت، یک چنین شخصیتی بود. یه وقت هارون رشید بهش به حال خبر دادن که این از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام است و اینها روز قبلش یک جبه‌ای بهش داده بودند. آمد به عنوان عرض ارادت به موسی بن جعفر، عنایت کرد، ازت فرمود نه نگه دار، لازمت میشه. گوش به عفو داد و رفت. فرداش خواست علی ابن یقطین را، هارون، با همون جبه بیا. گفت چشم. آمد، یه مقداری خیالش راحت شد. باز توطئه کردن خناسه ها که این پول ها رو میده به موسی بن جعفر و از محبین اون حضرت است، و حضرت دستور داد که مدتی مانند اهل سنت وضو بگیر. از منزلش هارون به هر حال رصد میکرد وضوی علی ابن یقطین را، دید در داخل منزل هم داره مانند اهل سنت وضو میگیره. فرداش که آمد بغلش کرد، گفت دیگه از این به بعد من به حرف خنازها گوش نمیدم. تا این حد موسی بن جعفر علیه السلام هواشو داره. اما وقتی میاد در مدینه، حضرت راش نمیده، خیلی ناراحت میشه، چه این محبی خیلی براش سخته. روز بعد در مسیر موسی بن جعفر علیه السلام رو میبینه، یا ابن رسول الله چرا من رام ندادی؟ حضرت فرمود صفوان جمال شتربان بود، اومد تو عبا کردی از این که او رو ببینیش، و گفتی خب من رئیسم، یک شتربان رو راه بدم به درگاهم، حالا چه کنم؟ از خود حضرت راهکار خواست. خب ما وقتی که خودمون متوجه شدیم به گیرهامون، محاسبه اینه
که این راهکار رو به ما فرمودن ائمه علیهم السلام، که هر کسی واقعا خودش با بکار بستن این راهکار به گیرهاش برسه و اونها رو رد بکنه، یا دیگری به انسان بگه و واقعا انسان بفهمه این نقص رو داره، باید بپذیره و در صدد رفعش بیاد. و راهکاران هم به ما فرمودن یکی از راهکارها توسل خاضعانه به ذیل عنایات اهل بیت علیهم السلام است. حضرت راهکار بهش نشون داد، این ارتباط برقرار شد. غرضم از نقل این قضیه چی بود؟ این بود که هر مقدار ما زندگیمون آباد باشه با ذکر عملی، این ارتباطمون با مقام امامت و ولایت برقرار میشه. امام علیه السلام از اعمال و رفتار ما خوشحال میشه. اما اگر خدای نکرده ما در غفلت و نسیان از ذکر الهی به سر بردیم، توجهی به اعمال و رفتارمون نکردیم، یک حسابگری نسبت به اعمال و رفتارمون نداشتیم، تجدید نظر در رفتار و اخلاق و اینهامون نداشتیم، خب قطعا این ارتباط کدر میشه. و امام علیه السلام روحش از اعمال و رفتار ما به هر حال محزون و مغموم میگردد. این یک مرحله. مرحله بعد، وقتی که انسان ذکر عملی رو در حد طاعت و دوری از محرمات پیاده کرد، نفس انسان شائق میشه که این ذکر را گسترش بدهد و اون مراحل دیگر صفات نفسانی را هم بهش توجه بکند. هر مقدار صفات نفسانی ما اونطور که اولیاء الهی علیهم السلام خواسته اند داشته باشیم، این روح ارتباط با ولایت قوی تر میشه. اینجا میشود زندگی یک زندگی که خدا میپسندد و همه امور ظاهری ما هم نورانیت پیدا میکنه، چون وقتی که ذکر الهی در هر کجا که باشد اونجا ارتباط با عالم غیب پیدا میکنه. دیگه زندگی از سبک مادیتش، حیوانیتش دیگه خارج میشه. اما اگر خدای نکرده مؤمنین در زندگی فردی یا زندگی اجتماعی به ذکر الهی توجه نکنند و نکنیم و این سرگرمی ها ما رو غافل بکنه و تنبهات الهی را بهش توجه نکنی، خدای متعال تنبهاتی میاره که ما رو خلاصه یه مقداری متوجه بکنه چقدر غفلت داشتیم. مریضی ها تنبهاتیست برای ما. ارتباط با مجالس اهل بیت علیهم السلام یک تنبهاتیست برای ما. از این مجالس و از این وقایعی که در زندگی رخ میدهد باید ما همواره زندگیمون رو بررسی بکنیم و سعی کنیم که همواره در جهت اون اهداف عالیه خدای متعال و اولیاش قرار بگیریم. خدای متعال به حق اهل بیت عصمت و طهارت و همه ما توفیق ذاکر بودن نسبت به خدای متعال، نسبت به اولیاء الهی که فرمود ذکر ما از ذکر الهی است. ما وقتی که در مجالس اهل بیت علیهم السلام می نشینیم و توجه به فضائل و مناقب این خاندان و سیره ایشان و فرمایشات ایشان میکنیم، این مجلس میشود مجلس ذکر. وقتی که مجلس ذکر شد، برای اینکه این مجلس ذکر پربار بشه،
باید محتوای این مجلس را در زندگیمون پیاده بکنیم تا اینکه همواره ما در جهت ارتباط با مقام ولایت قرار بگیریم. خداوند به حق اهل بیت عصمت و طهارت همواره اعمال ما رو مورد رضایت خودش و اولیاش قرار بدهد.